زن پیشگام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یک سری بی همتا باز هم سلامی داریم. سلامی به وسعت دریا و به پاکی آسمان ها. نثار از زنی که بیننده برنامه زن پیشگام هستن. آرزومند هستم هر کجایی که هستین لباس شادی و عافیت بر تن داشته و همچنان بیننده برنامه خودتان از تلویزیون چکات برنامه زن پیشگام باشین. من سپیده سخی در این برنامه کوشش بران میکنم تا بتونم از محتوای برنامه که همان انگیزه دادن به خانم هایی که در خانه هستن، ما تمنا و خواهشی را داریم تا از طریق برنامه خود انگیزه تحرک، ایستادگی و مبارزه را در شما زنان پیشگام و زنان عزیز که بیننده برنامه ما هستین ایجاد کنم. خب در برنامه هم بر اول برنامه های گذشته مهمان بسیار عزیزی را با خود داریم. البته مهمان امروز ما یک بانوی جوان هستند با مفکوره های نو و با داشته های نو. حضورشان در استودیوی برنامه زن پیشگام خوش آمدید میگم. خانم حسین زاده، در یک پاراگراف بسیار کوتاه، زن چیست؟ زن یک جنس واقعا به نظر من توانا با استعدادهای نهفته که اگر به زن فرصت داده شه واقعا رشد چشمگیر میکنه، به جامعه خصوصا، به فامیل میتونه یک رهبر خیلی خوب باشه، میتونه یک مدیر خیلی خوب باشه به فامیل و همچنین به بیرون از فامیل. میبینیم که زن مادر است، زن آموزگار واقعی است، زن خیلی است، یعنی نمیتونم بگم خیلی، در کل تمامی انسانهای روی زمین زن تدریس میکنه، یک مادر تدریس میکنه در پلوی مردان و اولین آموزگار، اولین معلمی که اطفال و شاگردان تربیه کرد فکر میکنم یک مادر اول در صحیح خانه بود و بعد از او یک معلم به عنوان یک مادر تربیه و همون تحصیل اولادای تماما کشور خود از به دست داره. خانم حسین زاده، ادهی به این باور هستن که زن جنس دوم است. آیا شما هم به این عقیده هستین که زن جنس دوم است؟ نه، کاملا رد میکنم. هم از لحاظ شرعی یا همو کلام خداوند در هیچ جای قرآن نیامده که زن جنس دومه، در هیچ جای احادیث نیامده که زن جنس دومه. این همه نشأت از عرف و عنعنات ناپسند جامعه ما میگیره که زن رو به عنوان یک جنس ضعیف و ناتوان میبینن، زن رو فکر میکنن به رده دوم همیشه قرار میدن. متاسفانه یک دیده ای هست که واقعا تنگ و تاریک هست، یک ذهنیتی هست که واقعا ذهنیت بسیار پایین است. ما میبینیم زنهایی داریم که در بسا موارد از مردها بهتر و بیشتر موفق در میتونن تبارز کنن. من در رابطه به این سوال شما یک موضوع یاد ما آمد که یکی از خانم ها با آقایان نشسته بودن و اینا میگفتن که زن در افغانستان تا چه حد رشد داشته و من به جواب اونا گفتم در کشورهای دیگه زن که فعالیت میکنه در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فرق نمیکنه، هر عرصه میخوای باشه، اگر زن به جوامع اروپایی غرب کار میکنه، وظیفه انجام میده، او زن در شرایط خیلی عادی و معمول زندگی و در یک شرایط خیلی نرمال وظیفه اجرا میکنه. او زن ما نسبت به یعنی زن افغان نسبت به یک زن که در اروپا یا غرب او وظیفه اجرا میکنه خیلی او زن رو باید ما تواناتر و شجاعتر ببینیم. من فکر میکنم زنهای افغانستان زنهایی که پیشگام هستن، زنهایی که واقعا توانایی ظرفیت دارن، زنهایی که فعلا نخبه شمرده شدن، او زنها خیلی شجاعتر از زنهای نخبه دیگه کشورها هستن. به خاطر چی؟ دلیل و فرق این موضوع اینجا هست که زنهای ما در شرایط نابسامان، در شرایطی که امنیت نیسته، در شرایطی که تعصبات وجود داره، تهدیدها وجود داره، مخالفین دولت و زنها زیاد هستن، در این شرایط زنها کار میکنن، فعالیت میکنن. این زنها خیلی شجاعتر از زنهایی هستن که در شرایط نرمال و زنهایی که در شرایطی که امکانات تماما سهولتها برن ایجاد هست کار میکنن. زنهای افغانستان خیلی شجاعتر از زنهای غرب شمرده میشن.
خانم حسین زاده، شما اشاره به این داشتین که در جامعه ما به این باور هستن که زن جنس دوم است، در صورتی که واژه جنس دوم بودن برای اولین بار در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و کشورهای اروپایی مطرح شد و یک سال است. و دومی که شما میگین که خانم ها در افغانستان از وضعیت خوبی برخوردار نیستند، همین وضعیت در جهان زنان اروپایی هم داشتن و زنان آمریکایی هم داشتن، اما آنها بر اثر جنبش هایی که داشتن، انقلاب هایی که داشتن، امروز وضعیت بر خود راحت تر کردن و سهولت های بهتری برخوردار هستند. شما فکر نمی کنین که زنان افغان اوقدر که باید از حقوق و امتیازات خود آگاهی داشته باشند متاسفانه در عدم آگاهی حقوق خود قرار دارند؟ بله، این موضوع هم هست. نکته که اشاره کردین که گفتین اما موضوع جنس دوم، بله می قبول دارم. اصلا همه ذهنیت مردم در رابطه به زنها از حال نیسته، ای حتما یک اساس و بنیاد و ریشه داشته که حال فعلا به عرف تبدیل شده و فعلا زن به این قسم یک عنوان یاد میکنن. زن در سالهای قدیم حتی قبل از اسلام زنده به گور میکردن دختری که تولد میشد. ما شما همگی اینا معلومات داریم تا حدی. زنهایی هستن همین حال به جواب دیگر که مورد خشونت های خیلی سختتر و شدیدتر واقع میشن نسبت به زنهایی که در افغانستان هستن. چرا؟ تماما به ایران به دیگه که جوامع تماما همون خشونت ها وجود داره، تماما همون نابسامانی ها وجود داره، ولی باز هم زنها به گفته خود شما توانستن که همون به یک حساب توانایی هایی که داشتن اونا توانستن نشان بدن به دیگر، به یک حساب همو خود شهروندان توانستن همو توانایی خود نشان بدن. به فکر میکنم یکی از ارکان موفقیت یا یکی از همو ویژگی های موفقیت متحد بودنه. تا اتحاد وجود نداشته باشه به فکر میکنم همو هدف خاصی که ما داریم کمک دست نیافتنی تر باشه. اتحاد باعث از این میشه که خیلی 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 چیزهایی که ما میخواییم بتونیم به آسانی به دست بیاریم. طوری که مثلا حادثه پکمان صورت گرفت، هم میگی از سراسر افغانستان خیستن و گفتن باید ادامه شد. اگر ما متحد نمیشدیم و نمیخواستیم مطمئنن، اما ما نمیخوایم به کس خدای نخواسته توهین کنم، ولی اگر متحد نمیشدیم چیزی که ما میخواستیم صورت نمیگرفت. ولی هم دادخواهی به خاطر محکوم نموجان عاملان قتل بله. فرخنده دقیقا. که واقعا به اتحاد و همبستگی خانم ها ضرر داشت. در یک جمله دیگر خانم حسین زاده، آیا شما فمینیست هستین؟ نه، فمینیست نیستم. فقط اما دیدگاهی که من در رابطه به زن دارم، چیزی که من در رابطه به زن میفهمم، میخوایم که عدالت برقرار باشه. همون حقی که زن داره از لحاظ چی، از لحاظ شرعی که گفته شده، باید همو به زن داده بشه. من فکر میکنم عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی، اینها هم میگی باید رعایت بشه تا ای که زن و مرد در پرتو همو احکام شرعی وظایف خود انجام بدن و به موفقیت های کامل دست بیابن. زن نیمی از پیکر جامعه تشکیل میده، یک قشر عظیم از جامعه زن هسته. پس فکر میکنم باید عدالت که رعایت بشه خود به خود اتومات فکر میکنم بیشتر از مشکلات حل میشه. خانم حسین زاده، شما اشاره باید داشتین که عدالت اجتماعی، آیا خاص فمینیست ها غیر از این است؟ من فکر میکنم ما فمینیست ها رو باید به چند دسته تقسیم کنیم. فمینیست هایی هستن که میانه رو هستن، فمینیست هایی هستن که واقعا افرادگرا هستن. و فکر میکنم من خودم شخصا، شما که پرسان کردین که فمینیست هستی، گفتم نه، شدید رد کردم. من فمینیست نیستم، فقط در حالت اعتدال میخوایم به سر ببرم و خواهانی هستم که همون حالت متداول و اعتدال پیشه بگیرن. خود فمینیست بودن هم تا حد میتونم بگم که به این برمیگرده که بعضی از فمینیست ها هستن، یک دست از فمینیست ها هستن که واقعا اونا هم فقط حرف از اون عدالت است. فمینیست هایی هستن که فرض مثال افراط میکنن زیاد، اونا فقط میگن که ما هستیم و هیچ مرد هیچ جنس دیگه وجود نداره. خانم حسینزاد، در چند سوال کوتاه از شما پرسیدن میکنم، فقط نمیش که شما با بالا نخیر جواب مرا بدین، بعد نمیتونم قضاوت کنم که جهت شما چیست. آیا دوست دارید رئیس جمهور باشید روزی؟ بله. آیا دوست دارید به عنوان وزیر امور زنان روزی ایفای بله. وظیفه کنید؟
آیا دوست دارین در بخش ریاست اطلاعات و فرهنگ یک پست بالا داشته باشین؟ طبعا آیا خاص فمینیست های میانه رو بالاتر از این است؟ اونا هم خواهان عدالت اجتماعی در عرصه های مختلف هستند، به خصوص فمینیست های اسلامگرا که اعتقاد به دارند که زنان به عنوان جنس دوم نه بلکه به عنوان یک انسان دارای حقوق مساوی هستند. اگر این تعریف رو داشته باشیم، دوباره مسئله خود از شما پرسیدن میکنم، آیا شما فمینیست هستید؟ خب البته من فمینیست ها خود دسته بندی کردم، منتها از نوع شدید از اونه، از نوع افرادگر از اونه. فمینیست در حدی که من عدالت فقط باید برقرار بشه خواسته من همی است، بله در این حد. پس هستیم تا حدی که عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بین تمام اقشار بدون تبعیض رعایت بشه. خانم حسین زاده، تو حال اتفاق افتاده در زندگیتون که آرزو کرده باشیم که ای کاش یک مرد می بودیم؟ نه، به این علت من خواستم که یک مرد باشم که واقعا زن بودن خود از او یک افتخار هست، خصوصا در شرایط فعلی که افغانستان به سر میبره. فکر میکنم زن بودن درک بیشتری نسبت به زنهای دیگه متقبل میشه. کسی که زن باشه، کسی که مادر باشه، من فکر میکنم درد همو زنها و مادرها بیشتر میتونه احساس کنه. و از زن بودن خود خیلی راضی هستم، از خداوند هم شکرگزار هستم که خداوند مرا زن آفرید. و بله، زن بودن من بسیار علاقه خیلی زیاد دارم به زن بودن. و بهار جان، اولین باری که به زن بودن افتخار کردی چه زمانی بود؟ اولین باری که به زن بودن حالتی که شدیدن افتخار کرده دقیقا، البته من مراحل مختلف زندگی رو طی کردم و در قسمت این که اولین بار بود که افتخار کردم یک زن باشم، این که من رفتم به یک پست در ریاست امور زنان ایفای وظیفه کردم، اولین بار برای خانمای خود خدمت کردم، پروگرام های آگهی دهی از اضرار خشونت دایر کردم. من فکر میکنم اینا همه لحظات شیرینی و افتخار آفرینی هست برای من که برای زنهای خود خدمت میکنم. هر لحظه یا همون لحظه که خدمت واقعی به زن جامعه خود کردم، همون لحظه لحظه پر افتخارترین و شیرین ترین لحظه زندگی من بود. خانم حسین زاده، شما در لابلای صحبتهایتان بیان داشتین که اطلاعاتی در رابطه به خشونت میدادیم. زنان جامعه ما متاسفانه با خشونتهای متعددی در جامعه ما روبرو هستند. اگر شما خواسته باشیم برای جلوگیری از این خشونتها صحبتهایی را داشته باشیم، به صورت کوتاه و مختصر چه خواهید گفت؟ خب پروگرامهای آگاهی که ما دادیم، خوشبختانه پروگرامها ما تا حدی اینا نتایج مثبت داشته. قسمی که در قدیم که بود هیچ خانم مراجعه نمیکرد به خاطر قضیه خشونت خود به دولت، ولی در این اواخر میبینیم که آمار خشونت بالا رفته. و این آمار خشونت من میخوام برای شما بگم که آمار خشونت به چی دلیل بالا رفته؟ به دلیل اینکه ما از خشونت، انواع خشونت، اضرار خشونت برای خانمای خود اطلاع دادیم، آگهی دادیم. خشونت همه قسم هست و در پهلوی مردها، برای زنها، برای مردها هم همزمان ما همون کمپاین های دایری کردیم. حتی شده که ما پروگرام های خشونت داشتیم، در آگهی در رابطه به خشونت داشتیم که زنها و مردها در یک اتاق یک جای نشسته بودن و ما موضوعات حقوقی رو تدریس کردیم. و این موضوع باعث شده که خانم ها از حق حقوق خود باخبر شن و بیان به دولت مراجعه کنن و قضایای خود ثبت کنن. این فکر میکنم یک از دستاوردها از و نتایج مثبت از همون پروگرام ها آگاهی دهی ما میتونه باشه. وقتی تا وقتی که خانم ها نمیفهمیدن که اونها حق و حقوق دارن، وقتی مورد خشونت واقع میشدن، اونها هیچ فهمیدگی یا احساسی نداشتن که این خشونت هست. فکر میکردن این حق اونها است که خشونت بالا اینا صورت بگیره. وقتی که ما پروگرام های آگاهی دهی چی از طریق رسانه، چی رفتیم به ولسوالی ها، چی داخل شهر، ما این پروگرام ها دایر کردیم، او و خانم ها از موضوعات خشونت آگاهی پیدا کردن.
و آمدن قضای خدا به دولت ثبت کردن. این باعث شد که اونا آگهی پیدا کنن ای که خشونت چیه و انواع از او و انواع خود اضرار از او. خانم ماشین زده، متاسفانه عده از خانم ها به این باور هستن که به راستی اونها جنس دوم هستن و گاهن نقل قول هایی که میشه که زن ناقص العقل است. در این زمینه شما چه دیدگاهی داریم؟ آیا زن به راستی ناقص العقل است؟ نه، من ایر خود شخصا میخوایم بگم که زن ناقص العقل نیست. خب بنا به بعضی دلایلی که زنها بعضی موضوعات شرعی که برنا پیش میایه ایر به یک حساب تحلیل تجزیه کردن همو دانشمندا، اونا گفتن که از بودهای به یک حساب مسائل شخصی که خانم ها دارن شاید این نکته باشه، ولی خود من شخصا فکر میکنم این نظر خود من است که تماما انسان های روی زمین بدون تبعیض همگی دارای استعدادهای یکسان هستن. این که کی از استعداد خود چه قسم استفاده میکنه، از استعدادهای نهفته که در وجود اونها هسته کی چه قسم استفاده میکنه، این برمیگرده به همون محیط، شرایط و اراده خود انسان. زنان جامعه را میسازند، زنان تحصیل میکنند، زنان برای سلامت جامعه میکوشند، زنان برابری میخواهند، زنان انتخاب میکنند، زنان اعتراض میکنند، زنان مبارزه میکنند، زن پیشگام. باز هم سلام و درود نثار عزیزانی که تشکر کنم بیننده برنامه ما بودن و نثار عزیزانی که همکنون به جمع ما در برنامه زن پیشگام پیوستن. عزیزان دل، بانوان گرامی، مادران عزیز، شما بیننده برنامه خودتان یعنی برنامه زن پیشگام هستین و من سپیده سخی همراه با مهمان بسیار عزیز ما خانم بهار حسین زاده در استودیو با شما هستیم. خب خانم حسین زاده، اگر آماده باشیم سوالها رو با شما همچنان ادامه میدیم. البته میتونین که کامتون رو هم چارجه کنین. سوال بعدی من این است که به نظر شما باید چه کرد تا وضعیت کنونی زنان افغان بهتر از اون چه باشد که در گذشته بود؟ بله تشکر، واقعا سوال خیلی به جایی بود و نیاز مبرم هست که ما در هر مشکلی که داریم یک راه حل هم بسنجیم. خب راه حل هایی که ما داریم به خاطر کاهش منابسامانی ها و خشونت هایی که علیه زنان میشه ای که توانایی زنان ها رو ما به یک نحوه به یک شکل بتونیم تبارز بدیم. توانایی زنان ها برای تمام عموم باید ما برجسته کنیم. زنان ها این توانایی دارن، زنان ها میتونن در بسا موارد در موضوعات حکومت داری خیلی موفق تر هم عمل کنن. زنها واقعا میتونن یک مدیران خیلی موفق باشن. در کل ما میتونیم که زنها انگیزه بدیم، زنها تشویق کنیم، زنها اونا اعتماد به نفس اونا بالا ببریم. از طریق آگهی دهی های مختلف، از طریق رسانه ها ما باید این کارا رو انجام بدیم. ذهنیت و افکار مردم رو در کل در نسبت به زنها باید قوی بسازیم. باید در قسمت زنها دادخواهی های مختلف صورت بگیره و قسمی که ما یک حرکتی انجام دادیم از طرف یک از همه دفترهای واقعا فعال در هرات که نمایندگی از در هرات هست، نمیخوایم نام بگیرم، قدم قدر میگم که ما یک حرکتی انجام دادیم، پروگرام تر ریختیم که مشکلات و چالش های زنها ما دستبندی کردیم. تقریبا 10 مشکل زن رو ما زنها در سطح هرات دستبندی کردیم و باز بعد از اون 3 مشکل عمده ما اولویت بندی کردیم که موضوع بحث تذکره برای خانم ها بود. بحث تذکره یا شناسنامه برای خانم ها یک بحث بسیار ضروری و مبرمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زنهای افغانستان در طول این همه سالهایی که جنگ در افغانستان واقع شده اکثر از زنهای افغانستان بیوه هستند، شوهرای خود از دست دادن، شوهرای اونا شهید شدن در جنگهای مختلف، به اون علت زنها بیوه هستند. وقتی زنی که دارای چندین اولاد میباشه
او میخواد بره به فرزند خود تذکره بگیره. امکان داره او طفل کاکا نداشته باشه، پدر کلان نداشته باشه. این زن میخواد بره اولاد خود که از خود از به وجود آمده بره تذکره بگیره. متاسفانه و افغانستانی تو سیستمی نبوده که به تذکره نام مادر ذکر شده باشه. ما یک دادخواهی در قسمت تذکره کردیم، درج نام مادر به تذکره اولاد، یعنی اینکه مادر هم میتونه به اولاد خود تذکره بگیره. و این ما حتی دادخواهی کردیم از هرات الا کابل الا پارلمان الا وزارت امور زنان الا ریاست وزارت عدلیه. در این دادخواهیتون و جواب مثبت هم گرفتیم، به پارلمان رفتیم، به بخش شورای ملی اینا رفتیم، ما همراه با رئیسا نشستیم. در رو قسمت اونا وعده دادن که ما همو نام مادر رو درج میکنیم. بعد از او وقتی که اونا این وعده رو بر ما دادن، یک نوید خیلی خوشی بر ما بود و ما او پیگیری کردیم و انشالله به زودی زود قرار کمون نام مادر هم به تذکره ذکر بشه. یک دستاورد ما در قسمت حکومت داری بهار جان معذرت. موجب مادرهای عزیزی که بیننده برنامه ما هستن، باز نگوین که زنان در هرات برای شما کاری نمی کنن. ایده از همنوان و همردیفانتون دارن کوشش میکنن که زین پس نام شما هم به عنوان شناسنامه با هویت در شناسنامه ها و تذکره های فرزندانتون درج بشه، که خودش یک دستاورد بزرگی است برای زنان. بله. خب در این سه موردی که ما اولویت بندی کردیم، البته از سراسر هرات چندین خانم ما دوره هم آمدیم، از مؤسسات، از دوائر دولتی و از مکاتیب. این خانم‌ها که دوره هم آمدیم، سه موضوع اولویت بندی کردیم. یک موضوع تذکره بود، خب گفتم موضوع حکومت داری، خوب نقش خانم‌ها در قسمت حکومت داری، خوب در قسمت پست‌های کلیدی. خانم‌ها باید نقش پررنگ‌تر و حضور پررنگ‌تر در دوائر دولتی داشته باشند. و این باعث میشه که خیلی همو سازمان موفق تر باشه، به دلیل اینکه میفهمین رشوه یک چیزی است که رواج پیدا کرده. خانم ها در قسمت رشوه، در قسمت فساد اداری، فساد مالی نمیتونن دست گسترده داشته باشن، نمیخوان که داشته باشن. و فکر میکنم این یکی از موفقیت هایی که خانم ها دارن. البته باز هم ما نمیخوایم که اینجی زیاد تندرو باشم و فقط از خانم ها دفاع کنم و مردار زیر سوال ببرم، نه. یعنی میگم یک از ویژگی های خانم همی است که باید ترتیب خوش دومتون حضور پررنگ خانم ها در بله. عرصه های مختلف. این مورد دوم بود که ما ایر هم دادخواهی کردیم. در تعقیب این دو مورد یک مورد دیگر ما دادخواهی کردیم که او هم در رابطه با خانم ها بود. ای که خانم ها در ریاست های مختلفه یا واحد های دومی ریاست وزارت ها یا خود وزارت ها باید از مسئولیت کامل برخوردار باشن. قسمی که فرض مثال یک خانم اگر در یک ریاست وظیفه اجرا میکنه، او بنا به دلایل تعصباتی که در اون محیط قرار وجود داره یا همو به یک حساب دیدهای منفی که وجود داره، زن در مسئولیت کامل به سر نمیبره، امنیت کامل نداره. قسمی که دیدیم مثلا فرض مثال میگم، حتی بر علاوه ای که زنها خواسته باشن کار بکنن، رفت آمد زنها در ریاست ها به خاطر مراجعه بعضی از مشکلاتی که دارن مراجعه میکنن، بعد زنها در مسئولیت کامل به سر ببرن. این تعهدی که باید دولت در قبال مردم خود داشته باشه. دخترای خود به امید، خانمای خود به امید روان میکنن به ریاست ها به خاطر وظایف وظیفه انجام میدن. در این قسمت هم ما از وزارت داخله با معین صاحب ارشد نشست هایی داشتیم. آقای سالنگی ما با اونا نشست هایی داشتیم و اونا وعده دادن که ما در قسمت مسئولیت هم باز هم در حالی که فرض مثال ما داریم و مسئولیت، باز هم کوشش میکنیم که همون کیفیت مسئولیت بالا ببریم. و ما در این سه مورد دادخواهی های انجام دادیم، میتونم بگم به 1% بالای نتیجه داد و این دادخواهی ما انشالله دوام داره. این تیم دادخواهی که ما تشکیل دادیم توسط همین مؤسسه محترمی که نام از رو نمیخوایم بگیرم، یک مؤسسه واقعا معتبر و خیلی هم رئیس زبردست داره، او اونجی ای سازماندهی کردن. ما میخوایم یک تیم دادخواهی بسیار قوی بسازیم که انشالله تمام مشکلاتی که خانم ها دارن همون تو به شکل تدریجی رسیدگی کنیم. بسیار عالی. بهار جان، ما متاسفانه در جامعه زندگی میکنیم که تعداد زیادی از همنوعان ما، یعنی زنان و دختران در جامعه، مقابل با آزارهای جنسی و گفتارهای خیابانی میشوند.
و این باعث از این میشه که پیامدهای موضوع ضعف اعتماد به نفس خانم ها و عدم حضور پررنگشان در جامعه است. چه گفتنی داری به خانم هایی که نمیتونن با آجرهای خیابانی مبارزه کرده و تسلیم میشن؟ خب من فکر میکنم این فریضه هر کس هست که وقت اولا داخل اجتماع وارد میشه، اگر کسی مزاحمت به او ایجاد میکنه، خود از او باید من حیث یک انسان، نه من حیث یک زن، نه من حیث یک انسان ضعیف، باید من حیث یک انسان خیلی قوی به حمله خود با زبان خیلی همو به یک حساب ملایمت ایر بفهمانه که مثلا فلانی این کار تو بسیار زشت است، این کار تو به یک حمله تو واقعا یک توهین و تحقیر هست. من فکر میکنم از سیوه های تندروی و به یک حساب عکس العمل های خیلی خشین باید به کار نگیریم، باید خیلی حالتی باشه که فرض مثال ما طرف را که میخوایم بفهمانیم اون طرف خود به خود شرمنده شه از گفته های خود، از امو کردار خود باید شرمنده شه. و طبعا من خود هم شاید به این موضوعات آزارهای خیابانی خود من برخورده، هر زن برمیخوره برخورده باشم، ولی من اگر با آینده ها به همچین یک مشکل بر بخورم، کوشش میکنم قسم طرف را بفهمانم که خود از این شخص خجالت زده شه، شرم زده شه، خود از اون شخص از گفتار خود پشیمون شه و حتی کسی که میبینه که مزاحمت به یک خانم میکنه خود از اون بره پیشقدمی کنه و اون منع کنه از این کار. بله، نتیجه این صحبت و این سوال ما دشمن این است که در مقابل حوادثی که در اجتماع با او برخورد میکنین تسلیم نشین، نشست نکنین، بلکه باید مبارزه کنین. اگر گفتاری رو میشنوین که بر نقص و نقص شماست و فشارهای روحی روانی بر شما ایجاد میکنه، در مقابل اون صحبت ایستادگی کنین. در خانه نشستن و در خانه رو به خود بستن راهکار نیست. دنبال راهکاری بگردین که دردی رو که شما امروز به عنوان یک زن میبینین فرزندانتون در آینده با اون مواجه نشن. سوال دیگر من بهار جان این است که آیا تاکنون مرد رو کتک زدید؟ بله، خب. با صراحت کامل میگم البته. بله بهار جان، با صراحت کامل ابراز میدارن که مرد را کتک زدن. چه وقت، چه زمان و چه باعث شد؟ البته من فکر میکنم سوالاتی که شما میکنم بسیار زیبا هسته و یک تنوع خاصی ایجاد میکنه. سلامت باشین و حقایق به شکل خیلی عامیانه شما میخواین که باز کنین. و کتک زدن مرد هم فقط به خاطر اصلاح از او بود، نه به خاطر از این که من خواسته باشم فرض مثال گفته بیشتر شما که بگم نه واقعا از شیوه فمینیستی کار گرفتم. نه، یک مرد من البته شهر هرات هست و بیننده برنامه ما هراتی ها هستن. یک مرد داخل جاده لیلمی به یک زن، این گفته خود شما برمیگرده به موضوع خود شما که گفتین آزار و اذیت میکرد. این مرد یک مردی بود که کمک ساده لوح‌تر هم بود، فقط فکر میکنم خواست به خاطر مزاحمت کردن او را میرفت داخل همون جاده لیلمی و من از پشت سر دیدم که این مرد زن را آزار میده، به یک حساب پشت از او رفته، هر قسم صحبت با او داره و زن هم بیچاره به دلیل همون اعتماد به نفس ضعیفی که داشت فقط هم فرار میکرد، دیگه هیچ کار کرده نمیتونست. از پشت سر من فقط به یک شکل خیلی به یک حساب چه قسم بگم، نه خیلی قوی، به شکل خیلی خفیف یک دست اندازی کردم و گفتم که لطفا خواهشان یک دفعه دیگه مثلا گفتم برای از داخل ایجاده به خاطر مزاحمت مردم بطور دیدم باز گله نکنی. حتی تا حدی شد که گفتم به جرم مزاحمت به یک خانم ما میتونیم که فرض مثال طور معرفی کنیم به یک از ارگانهای جنایی و بسیار عذرگذاری کرد و خود از او همون لحظه پشیمان شد از کرده خود. قسم یاد کرد که من حتی اگر کسی ببینم که یک زن مزاحمت میکنه خود من شخصا ممانعت میکنم از این کار. به این ترتیب بیچاره رو به تو بکردن و داشت. بله تقریبا. زنان جامعه را می سازند، زنان تحصیل می کنند، زنان برای سلامت جامعه می کوشند، زنان برابری می خواهند، زنان انتخاب می کنند،
زنان اعتراض میکنند، زنان مبارزه میکنند، زن پیشگام. خب سوال بعدی خود از تلخ‌ترین خاطره خودت برای جان آقاش میکنم. خب تلخ‌ترین خاطره من به حد اندازه تلخه که حتی به زبان آوردن از او بسیار برام مشکل هست. واقعا یگانه همراز، همدل و یگانه کسی که بدون هیچ مزد و به یک حساب همو دریافت کدام مبلغ یا بدون ای که ترس داشته باشه از این که نتیجه ما چی میشه، فکر میکنم مادره. مادر کسی است که واقعا اولاد خود بدون این که بدون فرض مثال آخر از چی میشه، عاقبت از این اولاد چی هست، آیا این اولاد به نفع است یا به ضرر است، بدون در نظر داشته این موضوعات یک مادر فرزند خود بسیار به همون خوبی بزرگ میکنه. و من خودم شخصا متاسفانه خداوند من لایق از این ندید که مادرم پیش می باشه یا حتی اقل به این دنیا باشه. تقریبا 7 سال پیش مادر خود دست دادم. اونا به دلیل یک مشکلی که داشتن از فوت کردن، از این دنیا رفتن و جای اینا همیشه در قلب من باقی می مانه. به حد و اندازه شدت داره که گاهی وقت حتی خودم از کنترل خارج شده و یک بعضی تصمیمای بی جای آدم میگیره یا بعضی موضوعات خیلی بی جای به ذهن آدم میگرده، هم به خاطر ناشی از احساسات زیادی که آدم داره هسته. و تلخ‌ترین خاطره همین که من مادر خود را دست دادم و در پهلوی از او باز اما عواقب از او یا تاثیرات از او تا به حال به زندگی من وجود داره. یعنی اگر همیشه پیش خود میگم اگر مادر من میبود این چنین میشد، اگر مادر من میبود چقدر خوب بود، اگر مادر من میبود شاید قسم میشد و اما اگرهای زیادی در این رابطه وجود داره که اگر باز هم میگم حاله که فعلا همین اگر مادر من میبود من واقعا از هر لحاظ رشد بیشتر میتونستم بکنم. یعنی به حال جان گاهن اتفاق میفته که دلت به خاطر شنیدن صدای مادرت و بوی مادرت صد فیصد. بله میگم مادر یک میوه شیرین و کمیابی است که اگر مادر من میبود من شاید به بعضی مشکلات مواجه شده باشم یا بعضی از مشکلات صد رای من همین حال باشه که اگر مادر من میبود خیلی خیلی بهتر من میتونستم به امورات کاری خود رسیدگی کنم، مشوره های بهتری میتونستم بگیرم، سهولت های بهتر می بود، انگیزه های بیشتری از جانب مادر خود میتونستم داشته باشم که هیچ کس دیگه خواهان او خوبی های من شاید نباشه که مادر هر مادری هست. و فکر میکنم که اگر هر کسی مادر بالای سر او باشه، مادر از او وجود داشته باشه در این دنیا، همون مادر از او میتونه انگیزه های زیاده به اولاد خود به خاطر موفق بودن از او بده بر اولاد خود. و فکر میکنم که مادر یک شیرین واقعا کمیابی است که اگر رفت دوباره برنمیگرده. بهار جان در لبلای صحبتت که گفتی به زبان غلیظ هراتی چی میگم به تدر خود گفتم آه قربان سر مادر خود بشم، به دلیل از اینکه واقعا وقت صحبت از بحث مادر بالا میشه انسان خود به خود یک حس خاص پیدا میکنه. خوشحال هستم از اینکه سایه گرم مادر بالا سر خود دارم و تمام بیننده های از گرامی از نعمت داشتن مادر و پدر همیشه لذت ببرین و هیچ وقت در خدمت گذاری به مادر پدرتون کوتاهی نکنین تا روزی پشیمانی سراغتان نیاید. خب برای مادر بهار جان و هزاران مادری که ما رو ترک کردن جنت برای نخواهانم. و اما بهار جان عزیز از شیرین ترین خاطره زندگیت بگو. خب بنابرای که من تلخ ترین خاطره می بود که مادر خواهد دست دادم،
و به پیوست همون موضوع میگم که نمیفهم این لطف خداوند بود، این مرحمت خداوند بود، توفیق خداوند بود، رحمت خداوند بود بیشه. که خداوند باز من صاحب یک اولاد دختر کرد که واقعا این هم یک از لحظات شیرین من بود که وقتی که من اولین بار به طرف اولاد خود نگاه کردم واقعا چهره مادر من به دم چشمای ما آمد و دیدم که واقعا اما یک قسم حسی به من پیدا شد که فکر کردم مادر من همون لحظه پیش من هست. خداوند خاطرات شیرین در زندگی خودتان بهار جان بیشمار و بیشمار کنند. و اما برمیگردم با سر سوالات اصلی خود که به نظر شما البته در کل امروز رسانه ها در جامعه ما به عنوان قوه چهارم کار میکنن و تاثیرگذاری زیادی در افکار عامه دارن. به نظر شما چقدر رسانه ها رسالتمند و واقع بینانه با قضایا برخورد میکنند؟ خب رسانه ها اگر در کل صحبت کنیم کار رسانه ها به خاطر اینکه واقعا کار رسانه ها کاری هست که تاثیرگذار هست بر جامعه، میبینیم که در افغانستان خصوصا یک از به حساب رشته هایی که زیاد پیشرفت کرده موضوع رسانه هست، طرفدارای زیادی فعلا رسانه ها دارن چی در شهرها چی در قریه ها. واقعا رسانه ها تونستن که همون اعتماد مردم جلب و جذب کنن. رسانه ها نقش خیلی بارزی روی افکار عمومی دارن و فکر میکنم باید رسانه ها قسمی عمل کنن که افکار عمومی متزلزل نسازن، قسمی عمل کنن که افکار عمومی به طرف و جهش های مثبت سوق بدن. سپاس از شما بهار جان نجینی، سپاس از اینکه در استدیو ما حاضر شدین. در پایان گفتنی شما را در رابطه با خود محتوای برنامه زن پیشگام و آخرین گفتنی و کلام شما را میشنویم. تشکر. پروگرام شما در کل پروگرام خیلی خوب هست، سازنده هست، زنها را تشویق میکنه، اما توانایی و ظرفیت زنها به نمایش میکشه. افکاری که در رابطه به خانمها یک جنس هم نوع نسبت به خانمهای دیگه داره او بیان میکنه. به یک حساب اگر ما خواسته باشیم بگیم همون احساساتی که یک زن نسبت به همنوعان خود داره او شما به تصویر میکشین. ما خانمها کوشش میکنیم که همیشه در پرلوی مشکلات راه حل هایی هم بسنجیم که خانمها میتونن از این راه حل ها مستفید بشن و پروگرام زن پیشگام میتونه یک پروگرام باشه که حرکتی باشه به خاطر بلند کردن زنها و زنها انگیزه دادن، زنها تشویق کردن، حمایت کردن. ای که زن هر ما به عنوان یک جنس بسیار قوی ما معرفی کنیم. من فکر میکنم زیاد نقش مؤثر داره پروگرام شما در این موضوعات. سپاس از شما. بیننده های از گرامی، ای بود برنامه زن پیشگام. آری ما در این برنامه آمدیم و موضوعات زیادی رو ریشه یابی کردیم و براتون باز کردیم. گفتیم که شما زنان باید در زندگی خود هدفمند باشین، تصمیم قاطع داشته باشین، با زندگی مبارزه کنیم. زیر زندگی یک مبارزه است. در مقابل مشکلات و ناملایمات تسلیم نشین. چرا؟ زیرا که تسلیم شدن کار انسان‌های ضعیف است و شما زنان ضعیف نیستین. شما زنانی از جنس دوم نیستین. شما انسان‌های کامل، مادران و فرشتگانی هستین که خداوند بهشت را زیر پای شما قرار داده است. پس به توانایی‌های خود باور داشته باشین و این همچنان برنامه ما را در روش‌های متعدد دنبال کنین. این بود برنامه زن پیشگام که تقدیمتون شد. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. زن پیشگام.